91مین سالگرد استقلال کشور برگزار شد. نخست دوره رقابت‌های ورزشی مکاتب خصوصی پایتخت تحت نام جام استقلال در رشته‌های مختلف صبح امروز در شهرک سبز برگزار شد. در این مسابقات یک روزه شاگردان 18 مکتب خصوصی شهر کابل و مناسبت 91مین سالگرد استرداد استقلال کشور گرد هم آمده بودند و در رشته‌های تکواندو، دوش، فوتبال و شطرنج با یکدیگر به رقابت پرداختند. مسابقات به مناسبت استقلال پیروزی افغانستان برگزار شده بود که در کل مکاتبای آزاد اشتراک کرده بودند. در مجموع 1000 نفر از در مسابقات دویش اشتراک کرده بودند و در بخش‌های ورزش فوتبال، والیبال، بدمینتون، شطرنج و تکواندو، فوتبال و کل ورزش‌های انفرادی غیر انفرادی اشتراک کرده بودند. در این مسابقات بیش از 700 ورزشکار دختر و پسر نوجوان 18 مکتب خصوصی شهر کابل شرکت کرده بودند که در پایان به نفرات اول تا سوم جوایز از سوی اتحادیه مکاتب خصوصی اعطا شد. تیم ملی کرکت افغانستان وارد پایتخت شد. ملی پوشان کرکت کشورمان که چندی پیش برای شرکت در مسابقات جام انترکانتیننتال روی کشور اسکاتلند شده بودند، صبح امروز با کسب مقام قهرمانی وارد کابل شدند. تیم کرکت کشورمان با پیروزی در مقابل اسکاتلند توانست 77 امتیاز را کسب کند و در صدر جدول قرار بگیرد. همچنین اسکاتلند و زیمبابوه با کسب 69 و 59 امتیاز و ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در ماه اکتبر در مقابل کنیا بازی کند. مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با چند دیدار پیگیری شد. در ادامه مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته 5 دیدار برگزار شد که در مهمترین آنها وردر برمن آلمان در غیاب ستاره جوان خود مسعود اوزیل توانست در مقابل سمپدوریا ایتالیا به یک پیروزی پرگل دست یابد. در این بازی کلمنس فریتز، تورسن فرینکس و کلودیو پیزارو در دقایق 57، 67 و 69 برای میزبان گلزنی کردند و تکل سمپدوریا را پاتسینی در دقیقه 90 به ثمر رساند. واسل سوئیس با یک گل شریف مولداوی را شکست داد. پارتیزان سربستان 2-2 مقابل اندرلشت بلژیم متوقف شد. ردبول سالزبورگ اتریش با نتیجه 2-3 بازی را با هاپوئل تل آویو واگذار کرد و پاراگوئه پرتغال با یک گل سویای اسپانیا را از پیش رو برداشت. مدعیان قهرمانی تنیس سنسناتی توانستند به دور سوم راه یابند. در مهمترین بازی‌های دور دوم این مسابقات شب گذشته رافائل نادال اسپانیایی تنیسور شماره یک جهان با نتیجه 2-0 ترول دنیس را شکست داد و راهی مرحله بعدی شد. نوواک جوکوویچ نیز در دو ست پای موفق شد از صد ویکتور تروکی بگذرد. اندی مورای با حساب 2-1 مقابل ژورنی شاروی صاحب برتری شد و راجر فدرر با علت مصدومیت حریفش دیوید استوین با دور بعد راه یافت. در سایر بازی ها ارنست کوبیتس، دیوید بدرر، دیوید نالبندیان، ژیلیو ریشا گاسکر موفق شدند به حریفان خود را شکست دهند. تازه‌ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان اعلام شد. بر اساس تازه‌ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان که از سوی فیفا اعلام شده است، تیم ملی برزیل در سکوی نخست ایستاده است و تیم‌های اسپانیا، ایتالیا و ایران به ترتیب در مکان‌های دوم تا چهارم قرار دارند. در بین تیم‌های آسیایی نیز تیم ایران با 1655 امتیاز صدرنشین است و تایلند و ژاپن عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. باسم جهان فوتبال، اینترناسیونال برزیل قهرمان جام باشگاه‌های آمریکای لاتین شد. تیم فوتبال اینترناسیونال برزیل پس از پیروزی 3-2 در دیدار برگشت فینال جام لیبرتادورس در برابر گوادالاخارا حریف مکزیکی خود برای دومین بار قهرمان این جام شد. اینترناسیونال که هفته گذشته در دیدار رفت در مکزیکو نیز 2-1 پیروز شده بود، در مجموع دو دیدار با نتیجه 5-3 از صد گوادالاخارا گذشت. جام لیبرتادورس که در ورزشگاه لبریز از تماشاگر بیراریو در شهر پورتو ایلگره نصیب اینترناسیونال شد، معتبرترین جام امریکای لاتین محسوب می شود.
این بود تازه ترین خبرهای ورزشی تا این ساعت. و پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همراهی شما و همکارانم در بخش خبر و تکنیک جهان سپاس. موفق باشید.